دوباره میخوام این سوال رو بکنم که آیا واقعا باور میکنین که اون پادشاه پادشاه رب العرباب اینجاست؟ پشت منه و مطمئن هستم که خدا پیامی امروز هم برای ما داره. همینطور توی این نبوت احساس کردم خدا امروز افراد زیادی میخواد بخونه که بتونیم به دعوت او پاسخ بدیم و دعوت او رو قبول کنیم. مخصوصا که میخوایم امروز هم در مورد همون سرودهایی که ما خوندیم متوجه شدیم بیشتر در مورد شاه شاه، در مورد پادشاه عیسی مسیح ما سرودهایی خوندیم و میخوایم امروز ببینیم که زمانی که عیسی مسیح وارد این دنیا شد چه موعظه هایی کرد، چه تعلیمایی داد. آیا آمد اینجا تعلیم داد که چطور ما آزاد کنیم، آزادسازی رو به ما تعلیم داد، یا چطور ما باید شفا بدیم، یا در مورد قدرت قیام صحبت کرد؟ چه تعلیمی داد عیسی مسیح؟ ما میبینیم که خودش شفا داد، خودش آزاد کرد، خودش با زندگی خودش قیامت خودش رو نشون داد. و تنها مثلا یه جایی هست که عیسی مسیح با نیکودیموس در چیزهای مخفی فقط اونجا در مورد تولد تازه صحبت کرد که گفته که کسی که از روح و آب تعمید نگیره نمیتونه وارد ملکوت خدا بشه و یعنی متولد بشه، نه تعمید بگیره، متولد بشه. میخوام امروز فکر کنیم در مورد چه چیزی هست که عیسی مسیح صحبت کرد و کتاب مقدس رو که نگاه میکنیم. من فراموش کردم کتاب مقدس رو بیارم. سهیل میتونی اینجا کتاب مقدس رو از کیف من بیاری؟ مرسی. کتاب مقدس چه کتابی هست؟ نمیدونم الان چه چیزایی. مرسی، تشکر. این کتاب مقدس، این به زبان آلمانیه که من اینجا دارم. این کتاب مقدس چه کتابی هست؟ کتاب شریعت، کتاب حکم، قانونهایی هست، مذهب، چه فکری دارین در مورد کتاب مقدس؟ ما میدونیم عهد عتیق هست، عهد جدید هست. در مورد عهد جدید عیسی مسیح اینجا صحبت میکنه. فقط فی‌الحقی میخوام ببینیم از دید خدا چه کتابی هست و این کتاب مقدس ما میگیم چی؟ چه اسمی هم میذاریم؟ کلام خودست رو که درسته و همینطوره میگیم عهد عتیق و عهد جدید. این کتاب پس یک کتاب عهده. آمین. یک عهدی هست که خداوند با ما بسته و یه عهدی که زمانی که میکنیم یک سندی هست، یک قراردادی هست، قانون اساسی هست، یک سیستم حکومتی پادشاهی هست. گوش میکنین؟ این کتاب مقدس و دوست دارم از امروز به بعد زمانی که اینو باز میکنیم و در مورد اون صحبت میکنیم بگین که یک عهدی هست که خدا با تو بسته، یه قراردادی هست، یه قانونی هست، یه قانون اساسی هست و یه سیستم حکومتی هست. و ما میبینیم که در هر دنیا، هر کشوری که ما میریم، هر کشور به هر حال قانونهای خودشون داره، یک دوچسگزتسبوخ و که تمام قوانین کشور آلمان اونجا نوشته شده و به وسیله این آلمان حکومت میکنه. و همینطور ما زمانی که در مورد صحبت میکنم یک سیستم حکومتی هست، یه قانون اساسی هست، میخوام امروز در موردش اینجوری فکر میکنیم چرا، به چه دلیل. زمانی که عیسی مسیح در متی باب 4 یا 23 ما میخونیم، اینجا میگه که و عیسی در تمامی جلیله میگشت و در کنیسه های ایشان تعلیم داده، به ایشان بشارت داد در مورد، یا موعظه کرد در مورد پادشاهی و همینطور هر مرضی و هر درد و غم را شفا میداد. یعنی اونجا هر جایی که میرفت، در هر کنیسه که میرفت، هر جایی که تعلیم میداد در مورد پادشاهی خودش صحبت میکرد و توی پادشاهی خودش هم همینطور هم قانونهایی بود یا احکامی بود که اینجا صحبت میکرد. اینجا فقط صحبت نمیکرد که
من فقط آمدم اینجا به شما بگم خدا، خدای پدر شما رو دوست داره، عاشق شماست و فیض خدا الان اینجاست. نه، در مورد پادشاهی خودش صحبت میکرد. همینطورم هم میبینین که با مثلها صحبت میکرد و مخصوصا در متی. الان با هم اگه کتاب مقدس و عهد جدید رو برداریم، 40 تا مثلهایی هست که عیسی مسیح صحبت کرده. و ما توی جلسه برادرها الان تقریبا 2 ماه یا 1 ماه و نیم در مورد این مسئله ها همینطور صحبت میکنیم، فکر میکنیم معنی این مسئله ها چی هست. و اینجا میگه که در متی باب 13 است و اینجا میگه که و مسئله دیگه به جهت ایشان آورده گفته، پادشاهی آسمان مردی را مانند که تخم نیکو در زمین خود کاشت. پس میبینیم دائما مقایسه میکنه به پادشاهی خدا. بعد از این ادامه میده، الان نمیخوام امروز دوباره این مسئله ها رو صحبت کنیم، فقط میخوام درست تمرکز کنیم. عیسی مسیح زمان هر چیزایی که میوورد میخواست مقایسه کنه به پادشاهی خدا، یعنی یه چیزی هست که ربطی به پادشاهی خدا داره. و بعد از این، پادشاهی آسمان همچون دانه خردلی هست، پادشاهی آسمان همچون خمیرمایه هست، پادشاهی آسمان همچون گنجی هست، پادشاهی آسمان مانند توری هست که به دریا افکنده می شود. و خیلی مثلهایی بود و اونجا گفته شده. و در متی اونجا باب 13 که زمانی که شاگردان گفتن که چرا با مثلها با ما صحبت می کنی، و بعد از این میگه دانستنه اسرار پادشاهی آسمان به شما عطا شده هست، لیکن به دیشان عطا نشده هست. یک رازی هست عزیزان که خداوند اینجا میگه که اسرار پادشاهی به شما داده هست، به همه داده نشده. و اینجا خیلی رب داره کتاب مقدس رو با چه چشمی نگاه میکنیم. ما خیلی هستن که کتاب مقدس رو بر میدارن، فقط برحال بیشتر میتونم بگم هر چیزایی که دوست دارن، هر چیزایی که به دلش میشینه، این آیه ها رو ما بر میداریم که بتونیم برحال در این دنیا زندگی خوبی داشته باشیم. و بعضی هستن که الان نگاه میکنیم تمام فرقه هایی به وجود آمدن، این تمام فرقه ها به خاطر اینکه همه یک تعلیمی میدادن. الان من باور میکنم اگه از اول این کلیسا میدونست همه چیز در مورد یک پادشاهی صحبت میکنه، این فرقای زیادی نبود، چون یک انجیل پادشاهی وجود داره، یک خبر پادشاهی وجود داره که خود عیسی مسیح پادشاه این ملکوت هست. پس یک سری هست، یک رازی هست که ما باید بفهمیم. کتاب مقدس همونی که میگم یک کتاب قانون اساسی هست. پس میبینیم که در مورد پادشاه صحبت میکنه، در مورد یک رئیس وزیر صحبت نمیکنه، رئیس جمهور صحبت نمیکنه، یا در مورد یک وزیر صحبت نمیکنه، بلکه در مورد یک پادشاه صحبت میکنه، در مورد پادشاهی صحبت میکنه، در مورد دموکراسی صحبت نمیکنه. قرعه کشی میکنن، یا مثلا میگن الان رأی گیری کنیم که اینو انتخاب میکنه یا کسی دیگه انتخاب میکنه. نه، پادشاهی خدا یک پادشاهی هست که اونجا حکومت میکنه و توش دموکراتی نیست. و به این خاطر هم زمانی که در مورد کتاب مقدس صحبت میکنیم پادشاهی، پس مذهب نیست، کتاب مذهب نیست که در مورد صحبت میکنیم. چون ما اینطوری یاد گرفتیم، چون قانونهای زیاد اینجا نوشته شده، میگه که آها یه کتاب مقدس پر از شریعت، ما باید بریم همه چی رو انجام بدیم. درسته، معمولا برمیدارین، درسته شریعت یه چیزی هست که یه قانونهای خداست که باید اونجا نوشته شده، فقط کتاب مذهبی نیست. الان نگاه میکنیم که این کتاب دو چیز که زدس بوخ، یعنی چی؟ کتاب قانونی اساسی آلمان آیا یک کتاب مذهبیه؟ نه، قانونایی است که نوشته شده باید رعایت کنیم.
به این خاطر ما کتاب مقدس رو نمیتونیم بگیم که کتاب مقدس چون قانونایی است از خدا الان پس مذهبیه یا فقط شریعته. درسته شریعت هایی باید باشه، یه قانونی باید اونجا باشه. به این خاطر زمانی که نگاه میکنیم به کتاب مقدس و میبینیم که در مورد پادشاهی صحبت میکنه، در مورد پادشاه صحبت میکنه، در مورد خانواده سلطنتی صحبت میکنه، در مورد خانواده پادشاه صحبت میکنه، در مورد شاهزادگان صحبت میکنه. آمین. و همینطور هم در مورد تسخیر نمودن زمین، دریافت کردن زمین. زمانی که نگاه میکنیم به ابراهیم، الان در این دنیا سه تا دینهای میگن مذهبای بزرگی هستن، اسلام، یهودی هستن و مسیحی. درسته؟ هر سه تا باور دارن به ابراهیم. به ابراهیم میگن که ابراهیم پدر ماست، پدر ایمان ماست. فقط خدای ما به ابراهیم مذهب نداد، بلکه چی داد؟ یک وعده داد و یک سرزمینی داد. گفته که ابراهیم همه چی رو ترک کن، یک سرزمینی هست آماده کردم برای تو که پر از شیر و عسل، یعنی برکت های بسیاری هست. بیا از خانه خودت بیرون و برو اونجا، من میخوام تو وارث این کشور بشی. درسته یا نه؟ پس ابراهیم، خداوند به ابراهیم مذهب یا یک شریعتی نداد و هیچ قانونی هم اونجا هنوز نبوده بود، چون موسی هنوز نبود. پس زمانی که ما میگیم ابراهیم پدر ایمان ماست، میبینیم که پس خدا همینطور که به او، همینطور هم به ما وعده میده و همینطور هم یک سرزمینی میده، میگه که من میخوام اینو شما یک روز به ارث ببرید. این هدف اول بود که خداوند از ابتدا برای ما داشته. و همینطور هم الان روحانی که نگاه میکنیم، در مورد پادشاهی صحبت میکنیم، الان خدا برای ما یک سرزمینی آماده نکرده که بریم اونجا به ارث ببریم و اونجا بجنگیم. یا به یوشع گفته برین هر پایی که تو این سرزمین کنعان برمیدارین به شما میدهم. مذهب توش نیست، بلکه حکومت توش. آمین. و الان ما مسیحی‌ها الان جایی نداریم میگیم که مثلا الان ما باید کجا بریم؟ بریم اورشلیم رو به دست بیاریم؟ نه، این تمام چیزهای دنیایی است الان ما صحبت میکنیم. فقط یک سرزمینی هست که خداوند میگه که ما باید برای اون بایستیم و پادشاهی خدا رو اونجا اعلام کنیم. کدوم زمینه هست؟ کجاست؟ آسمان؟ آسمان؟ یا؟ نه، این دنیا. کنان ما، کنان اون زمان دنیای ماست. ما باید اینطوری نگاه کنیم خواهر برادر عزیز. خدا رو شکر که خداوند این فیض رو به این کلیسای آلفا اومگا بخشیده که از اول این کلیسا به وجود آمد در مورد پادشاهی خدا شروع کردیم موعظه کردن. چون اول خداوند گفته که من میخوام پادشاهی خودم رو بیارم، و این خاطر شاگردسازی ربطی داره به پادشاهی خدا. یه کسی که میخواد واقعا پادشاهی خدا رو، یعنی ملکوت خدا رو بیاره زمین، باید یک شاگردی باشه. برای خدا مشکلی نیست. الان زمانی که تو نجات پیدا کردی، اوکی، حیات جاودانی رو داری، درسته؟ خدا میتونه بلافاصله تو رو ببره بالا، برای اون در آسمون بهش کاری نتونسته انجام بدی. خدا همه کارا رو انجام داده. الان تو نباید بری اونجا بالا الان بجنگی که آسمون رو به دست بیاری. آسمون مال خداست. چه چیزی مال خدا نیست؟ یعنی مال خدا نیست، یعنی هنوز خدا حکومت نمیکنه، این دنیاست که زیر دست تسلط شیطانه. الان میخوام اینطوری تصور کنین عزیزان. بعضی وقت هست از دید خودم میتونم بگم، ما میگیم که خداوند تو کتاب کلام خدا، کلام خودش گفته که خواندگان زیاد هستن و برگزیدگان کم. میگم که برگزیدگان کم، کی هستن برگزیده؟ آیا خداوند من برگزیده هستم یا خواندگان هستم؟ خواندگان زیاد هستن، برگزیدگان کم. نمیدونم تو جزء چی هستی؟ برگزیده یا خواندگان؟ من اینطوری تصور میکنم، مثل اینکه الان
این دنیا که ما مخصوصا تو حق جویان خدا این فیض رو به ما بخشیده که از اول که شروع میکنیم به موعظه کردن یا تعلیم دادن در مورد چی صحبت میکنیم؟ نقشه خدا، در مورد هدف خدا. خدا ما رو به صورت خودش، شباهت خودش خلق کرده که حکومت کنیم آسمان، حکومت کنیم در این دنیا، حکومت کنیم. خب این فکر هدف خدا از اول بود، صورت شباهت خداوند خلق شدیم که حکومت بکنیم. و بعد از این نقشه خدا چیز کردیم، باز میکنیم که چه اتفاقی افتاد که ما رو این از دست دادیم. گناه باعث شد. از اون زمانی که گناه وارد شد، دیگه صاحب این دنیایی که ما باید سیمی بودیم شیطان شد. ما چی شدیم؟ برده شیطان. پس هدف خدا چیه؟ هدف خدا این نیست که الان تو رو نجات بده از دست شیطان فقط بیاره و ببری تو آسمون، لیفت کنه به آسمون، رفتی بالا، الان میگه که خدا رو شکر الان در آسمون هستم، حیات جاودانی رو دارم. نگاه میکنه به زمین، میگه که اینم دنیاست، باشه به من چه، من آزاد شدم، من الان اینجا بالا هستم. الان تصور کنین بلافاصله زمانی که توبه و بازگشت میکنین، حیات جاودانی رو به دست بیارین، تولد تازه رو به دست بیارین، بعد از این تعمید رو میگیرین، بلافاصله بعد از تعمید میری بالا، در آسمون هستی جلوی عیسی مسیح. الان عیسی مسیح به تو میگه که خوش اومدی بر پسر من یا برادر من. عیسی مسیح میگه برادر هستی، خواهر هستی دیگه، نه عزیز من، خواهر من، خوش اومدی، من تو رو نجات دادم. تو هم میگی که هللویا، جلال بر نام تو، همه اینجا پر شده، اینجا همه ایماندارا اینجا هستن. بعد از این نگاه میکنه به دنیا، میگه که این دنیا هنوز از دست شیطانه. خب به من چه دیگه، کار خودشه دیگه، شیطان برداره ببره. جمعیت بزرگی هستن اونجا، همه چی از بین میرن، در اسارت زندگی میکنن. بعد از این عیسی مسیح اینجا میگرده، میگه که سو عزیزان، شما که نجات پیدا کردین، اینجا حیات جاودانی رو دارین، آیا کسی هست که میخواد بره دوباره برگرده دنیا؟ آیا کسی هست اینجا؟ کسی هست که دوباره جسم رو میخواد بپوشه بره پایین که اون دنیا رو به دست بیاره؟ آیا کسی هست که دوست داره بره اونجا پادشاهی منو اعلام کنه، که منو صدا کنه که من بیام دوباره وارث، نه وقت وارث، حاکم دوباره دنیا بشم؟ آیا کسی هست؟ دوباره برم، دوباره همون جسم رو بپوشم برم با این دوباره دردها، دوباره این زحمتها؟ خدا میگه تو که حیات جاودانی رو داری، همه چی اوکیه. این دنیا مال کیه؟ مال توست عیسی. به کی دادم؟ به ما. خب چرا ور نمیداری؟ چرا ور نمیدارین؟ آیا کسی هست اینجا؟ شما الان در ملکوت هستین عزیزان، شما الان در روح حیات جاودانی رو دارین، همه در آسمون هستین. آیا کسی هست که برای این دنیا زندگی خودش رو میخواد بده و ملکوت رو میخواد بیاره برای پادشاه پادشاه رب الارباب؟ آیا کسی هست که این درد و زحمت رو، همه چی رو میخواد بکشه، خودش انکار کنه، حق خودش رو بگذاره، همه چی رو روی صلیب بذاره، بره پایین و زندگی خودش رو بده که پادشاهی خدا بیاد؟ آیا کسی هست؟ از این مشخص میشه برگزیدگان یا خواندگان. پادشاهی خدا، اگر یا اگر این کتاب مقدس رو ما نفهمیم که در مورد یک پادشاه و پادشاهی صحبت میکنه، کتاب مقدس رو هیچ موقع درست تعبیر و تفسیر نخواهیم کرد. فقط یه چیزی برمی‌داریم، آه خدا رو، خودش رو، خدا اینو گفت، هللویا، جلال نام خداوند. یه هر موقع تو مشکلاتی میفتی یک آیه ور برای خودت ور میداری
و برمیداری این قسمت رو، چیزی بدی نیست. الان آیه های خداست یا وعده های خداست. فقط ما باید زمانی که کتاب مقدس رو میخونیم، مخصوصا در این قسمت های درد و رنج، در مورد فشار صحبت میکنیم، در مورد امتحان ها صحبت میکنیم، اینجاست که زمانی که با چشم پادشاهی نگاه میکنیم که این کتاب یک کتاب اساسی، یک قانونی پادشاهی نوشته شده، به این خاطر اون موقع میگی که با چشم خدا، با عینک خدا نگاه میکنی و بعد از این معنیش رو میفهمی چرا اینو اینطوری نوشته. کتاب مقدس رو میفهمی زمانی که این کتاب رو عنوان یک کتاب عهد، یک کتاب پادشاهی، یک کتاب اساس، چی میگن، چی گفتم، اساسنامه نگاه میکنی. این برای من نوشته شده و این کتاب منو دعوت میکنه بتونم نه فقط حیات جاودانی رو داشته باشم، بلکه وارث ملکوت بشه، پادشاهی خدا بشم و من تاج خدا رو، تاج عیسی مسیح بردارم و بتونم با او حکومت کنم. برای این نوشته شده عزیزان. این کتاب مال توست، این کتاب دعوتی برای توست که وارد نه فقط حیات جاودانی بشی، بلکه پادشاهی عیسی مسیح رو به ارث ببری. چه افتخاری بزرگیه. به این خاطر عیسی مسیح زمانی که این صلیب رو نگاه میکنیم، این صلیب رو فقط کم ارزشش رو کم میدونیم، زمانی که نگاه میکنیم فقط عیسی مسیح نجات داد ما رو، خون خودش رو ریخت، خون خودش ریختن در رو باز میکنه برای وارد شدن به اون پادشاهی خدا. اگه تو تصویر تصورای اشتباهی از کتاب مقدس داشته باشی، یعنی کتاب مقدس رو درست، هنوز درست با این دید نگاه نکنی، پس دائما انتظارهای زیادی داری از کتاب مقدس، آخرش هم شکست میخوری. خدا تو اینو گفتی، چرا این انجام نمیشه؟ خدا این وعده رو دادی، چرا انجام نمیشه؟ سب میکردم هنوز به دست نبودم، چرا خدا من زندگی من اینطوری، چرا زندگی من اینطوری، چرا تو فشار افتادم، بیا کمکم کن، کمکم کن. خدا میگه ببین کمکم کن چیه، برخیز و درخشان شو، وردار، کلام من مثل شمشیر دو دمه، وردار و برو جلو، دعا کن، شفاعت کن و تمام درها رو بشکن و برو جلو، تو پادشاه هستی. و زمانی که نفهمیدم، فقط دائما میگم خواهر برادر عزیز، ببخشید میگم، فقط عنوان شبان باید بگم، فقط نق میزنیم، دور خودمون میچرخیم. عیسی مسیح آن 12 تا شاگرد را گرد هم خواند و به ایشان قدرت و اقتدار برای بیرون راندن همه ارواح پلید و شفای بیمارها بخشید. شاگردانش جمع کرد، اقتدار داد، قدرت داد که بتونه بره تمام این دیوها، این دیوها نیروهای تاریکی هستن که روی این دنیا حکومت میکنن. میگه برو الان این دنیایی که پر از دیو و پر از قدرت‌های شریر هستن، به شما اقتدار میدم، بدونین سلطنت کنین، افراد رو نجات بدین، آزاد کنین. آنگاه آنان را فرستاد تا پادشاهی خدا رو موعظه کنند و بیمارا رو شفا دهند. آمین. نگفت که برین اینجا بگین که چقدر خدا تو رو دوست داره، خدا خدای فیضی است، بیاین خدا به شما تسلی میده. نه، تو پادشاهی خدا همه چی هست، فیض، راستی، شفا، آزادی، همه قسم، همه چیزا. پس میبینیم که عیسی مسیح به شاگردانش این اقتدار و این قدرت رو داد که برن و همینطور هم روی تمام دیوها، نیروهای تاریکی، یعنی قدرت‌های شیطان، و بتونن حکومت کنن. و گفته که نه فقط این، بلکه تو این خدمتی که انجام میشین برین و پادشاهی خدا رو موعظه کنین، یا برین بگین که ای قوم، ای کسانی که مریض هستین، کسانی که ضعیف هستین، کسانی که افتاده دل هستین، بیاین عیسی مسیح، اون خدا الان آمده، عیسی مسیح آمده و شما رو دعوت میکنه به پادشاهی خدا. نگفته به حیات جاودانی، به پادشاهی خدا. این ربط، این فرق میکنه. پادشاهی یعنی سلطنت،
حیاتی جاودانی یک هدیه هست که خداوند به تو میبخشه. آمین. به وسیله فیض خدا ما نجات یافتیم. این از ما نیست، بلکه بخشش خدا. به وسیله ایمان، اینم از ما نیست، بلکه فیض یا بخشش خداست ما نجات پیدا کردیم. زمانی که کتاب مقدس رو در عهد عتیق نگاه میکنیم، ببینیم که اونجا دائما در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد شاول صحبت میکنه. این دنیا یعنی قوم اسرائیل دنبال یه پادشاهی بودن. ما میخوایم پادشاه داشته باشیم، پادشاه داشته باشیم، یه کسی که بتونیم عبادت کنیم، یه کسی که همینطور هم برحال گوش کنیم. بعد از این گفتن که شاول، اوکی، خوشتیپ، زیبا، همینطور پر از هیکل، و اونجا میبینی که اصلا پر از حسادت، پر از غرور، و آخرش هم دیدیم یه پادشاه که تربیت نداره، یه پادشاه که زیر تسلط قانون خدا زندگی نمی کنه. این پادشاهی هم شاولها زیادی هستن در کلیسا که فکر میکنن بدون شخصیت میتونن سلطنت کنن، و خداوند میگه که من یه کسی رو انتخاب میکنم که نزدیک به قلب منه، داوود رو. داوود همون سمبولی هست که تو عتیق میبینیم دائما پادشاه. چرا؟ فقط به خاطر اینکه داستان، نه عزیزان، چون کتاب مقدس در مورد پادشاهی صحبت میکنه. و ببینیم که زمانی که پادشاهی درست نایستادن، با قانون خدا نایستادن، بت‌هایی ساختن، اون موقع خدا ایشان رو انداخت تو اسارت. افرادی که پادشاهی که میده، یوشفت یا یوزیا یا حزقیا، که درست ایستادن، تمام معبدهای شیطان رو، همه چی رو شکوندن، تمام بت‌ها رو، اشرا رو خراب کردن و اعلام کردن خدای ما یهوه خداونده، اون موقع تمام برکت ها آمدن. اون موقع این کشور شروع کرد به در پیروزی زندگی کردن. و بهترین نمونه سلیمانه که میبینیم که زمانی که آمد چطور چه سلطنتی صلح و سلامتی داشت، که سمبولش یک روز چیز حکومت هزار سالگی چیز ماست که یک روز حکومت خواهیم کرد. به این خاطر کتاب مقدس گفتم یه دموکراتی نیست، بلکه یک در مورد یک پادشاه هست. و زمانی که در مورد پادشاه صحبت میکنیم عزیزان، به زبان عبری پادشاه یا انگلیسی لورد یا آلمانی هر، به زبان عبری میشه ادونی یا ادونای. ادونای میشه چی؟ صاحب. زمانی که خداوند رو خداوند صدا میکنیم، ارباب صدا میکنیم، یعنی تو صاحب زندگی من هستی. تو بابا نوئل من نیستی. بیام اینجا فقط تو من دور من بچرخی. من باید بیام دور تو بچرخم. این پادشاهه. و تو هر دفعه که میگیم که ای خداوند، هر دفعه که میگیم عیسی مسیح که نجات دهنده است اسمش، و زمانی که میگیم خداوند یعنی ای صاحب، و اینجا خداوند میگه که صاحب کی؟ ای صاحب سارا، ما تو سوال میکنم یا دعا میکنم، نه، صاحب منه. زمانی که او رو خداوند صدا میکنم، یعنی زمانی که میگم صاحب، منظور اینه که یک صاحب یک حقی داره. تمام حقش مال خداست، نه صاحب دیگه، صاحب زندگی منه. فقط خدا رو شکر، خدای ما خدایی هست که داوطلبانه میخواد ما صاحب باشیم. اینطوری نیست که میگه الان تو صاحب من هستی حمید. ها؟ آها ببخشید. یا ببخشید. یا گود. بلکه خدا میگه که حمید میخوای من صاحب
تو صاحب، درسته تو صاحب من باشی؟ نه من صاحب، آها درسته، یا درست اونه، یا من صاحب تو باشم؟ امیر میخوای من صاحب تو باشم؟ الیزا تو منو خداوند صدا میکنی، میخوای در تمام قسمت ها صاحب تو باشم؟ یعنی من پادشاه کنم، سلطنت کنم روی تو؟ و این سرودی که ما الان خوندیم چه سرودی هست؟ تو پرفیض، این پادشاه زمانی که میام میگیم عیسی مسیح تو صاحب زندگی من هستی، یعنی تو پرفیضی، تو وفادار هستی، تو پرمهری و نیکویی، محبت تو جاودانی است. تو قدوسی، تو عادلی، تو رحیم هستی، تو صبوری، عمق آرامش زیر سایه بالهای توست. سود خیلی قشنگه، نه؟ بعد از این میگیم قادر متعال، سلطنت، سلطنت پر جلال، نیکویت جاودانه هست. جلالت دهم همچون هیچ کس مثل تو نیست، تو خدا و پادشاه من هستی. این میشه یه کسی که واقعا خودش رو سپرده و میدونه که این صاحب نمیاد زندگی تو رو خفه کنه، تو رو نابود کنه، بلکه تو رو بنا میکنه، آماده میکنه برای پادشاهی. انجیل پادشاهی خدا، خبر خوش پادشاهی خدا. توی کتاب مقدس نمیدونم متوجه شده باشین، دو بار عیسی مسیح در مورد دو شخص صحبت کرد و گفته که به یه زنی گفت که یه ایمان تو واقعا عظیم است، و اینطوری ایمان در اسرائیل ندیدم. و یک وزیری بود بهش گفت، یک وزیری که آمد پیش عیسی مسیح، اینا میخوام برای شما بخونم، چون اینجا عیسی مسیح در مورد ایمان صحبت میکنه، میگه که به شما میگویم چنین ایمانی حتی در اسرائیل هم نیافتم. افرادی هستن آمدن پیش عیسی مسیح و کور بودن، کر بودن، لال بودن، عیسی مسیح شفا داد. هیچ موقع نگفته که ایمان قوی بود. فقط یک نفری بود، یا بیشتر دو نفر، یک زنی بود که غیر یهود بود و اینم، این مردی هم همینطور غیر یهودیه. فقط یه چیزی فهمیده بود این مرد، یک چیز پادشاهی فهمیده بود که هنوز یهودی ها خودشون هنوز متوجه نشده بودن. اینجا میاد پیش عیسی مسیح میگه سرور، خود را زحمت مده، زیرا شایسته نیستم زیر سقف من بیایی. از همین رو حتی خود را لایق ندانستم نزد تو آیم. این فروتنی او رو خودشون نشون میده. فقط سخن بگو و خادم من شفا خواهد یافت. احتیاج هست فقط تو یه دستوری بدی، انجام خواهد شد. بعد از این توضیح میده، زیرا من خود فردی هستم که زیر فرمان زیر فرمان، سربازان نیز زیر فرمان خود دارم. یعنی خودش متوجه شد که زیر فرمان هستم و همینطور هم سربازای زیر دستای من هم هست. به یکی میگویم برو، میرود. به دیگر میگم بیا، میآید. به غلام خود میگویم این را به جا آور، به جا میآورد. عیسی چون این را شنید از او به شگفت آمد یا تعجب نمود و به جمعی که از پیش می رفتند گفت به شما می گویم چنین ایمان در اسرائیل هم نیافته بودم.
چرا اینو گفت؟ چون این سرباز یا این سرهنگ فهمیده بود پادشاهی رو، سلسله مراتب. یه خدایی هست، اون خدای خالقه. عیسی تو زیر دستای او هستم، تو هم همینطور فرشته های خودت داری. فهمیدم تو سلطنت میکنی، نه با شمشیر بلکه با کلام. تو حرفی میزنی و انجام میشه. و به این خاطر عیسی مسیح گفته که این شخص، هنوزم انجیلم نیومده بود اینطوری، این فهمید در مورد پادشاهی صحبت میکنه. آمین. به این خاطر میگم که اگر ما این کتاب مقدس رو با چشمی نگاه نکنیم به یک دعوتی هست که خداوند ما رو دعوت کرده برای پادشاهی خدا، و خودش هم پادشاهی، این پادشاه هست، پادشاهی هست، کتاب مقدس رو درست نمیفهمیم و همینطور هم برحال دور خودمون میچرخیم، فقط گله میکنیم از خدا و زود نتیجه میخوایم ببینیم، دعا میکنیم، خود عیسی مسیح رو یا خدا رو یا روح القدس رو مثل یه اتومات میبینیم، پولش انداختی الان باید بکشی، الان باید زود جواب داده بشه. بعضی وقت میشه، بعضی وقت دعا میکنی بلافاصله خدا جواب میده، بعضی وقت هم هست یک سال طول میکشه، بعدی هست یک 50 سال طول میکشه. نمیدونم، با ابراهیم رو میبینیم 14 سال طول کشید زمانی که چیز رو یوسف 14 سال طول کشید، و ابراهیم رو یادم نیست 19 سال چقدر طول کشید تا خداوند وعده خودش رو انجام بده. فقط آخرش میبینیم بهترینشه. کسی هست که اینجا میگه به آمین؟ به این خاطر خدا زمانی که حتی در مورد جلال هم که صحبت میکنیم که خداوند جلال خودشو بیاره و ما دوست داریم برای تو کلیسا هم همینطور که دعا میکنیم این خداوند جلال تو بیاد و جلال تو اونجا فرو بگیره، و مثل اینکه انتظار داریم خداوند فقط با جلال خودش رو در این دنیا بیاره، یعنی در این جلسه ما بیاره. اونجا هم قسمت هایی هست که اشتباه هم فکر میکنیم. درست بعضی وقت با حضورش میاد، اگه کلن با جلالش، با جلال عمیقش بیاد، اصلا هیچ کسی نمیتونه اونجا با رو پا بیفته، همه میفتیم زمین، همینطور عتیق هم میبینیم. عیسی مسیح میگه که من جلال خودم رو به هیچ کسی نمیدم. در ببخشید عیسی مسیح میگه، تو عتیق نوشته، خدا گفته که جلال خودم رو به هیچ کسی نمیدم. و در زمانی بود که قوم اسرائیل بت پرستی میکردن، چوبهای درست میکردن اونجا میذاشتن و شروع میکردن پرستش کردن، و خدا متنفر این چیزایی بود، چین رفتارهایی بود، چون خدا عزیزان فقط انسان رو برای جلال خودش خلق کرده. حتی فرشته ها جلال خدا رو ندارن. زمانی که پادشاهی خدا میاد، جلال خودش هم در این پادشاهی خودشه. نمیدونم الان چه تصوری از جلال داری، زیبایی، شکوه، نمیدونم چه کلامایی میخوای استفاده کنی. بعد میخوام امروز اینطوری نگاه کنیم که جلال خدا ربطیم داره به پادشاهی خدا. زمانی که نگاه میکردن در عتیق به سلیمان، نگاه میکنن سلیمان و این کشور اسرائیل پرش جلال بود، ملکه‌ای که از چیز آمده بود، از کجا بود؟ ملکه سبا آمده بود. نگاه کرد، گفته که من شنیده بودم، فقط الان چشمام هم دیدم، اونقدر اونتتخایبن کردین. اونتتخایبن یعنی اینو تصور میکردم، فقط این چیزی که نگاه میکنم اصلا غیر قابل تصوره، چون پادشاهی نشانه یعنی انعکاس این
پادشاهی جلال خداست. و زمانی که اینجا خداوند میگه که جلال خودم رو به هیچ کسی نمیدم، منظوری نیست که الان این جلال خود مال خودمونه. خود عیسی مسیح در آخرین دعایی که با پدر کرد گفته که پدر جان جلال خودم رو به ایشان دادم. میخوام اینطوری متوجه بشی، ما انسان خلق شده، دی تریگر، حامل جلال خدا باشیم. میدونستین؟ به این خاطر با ارزش هستیم. ما هستیم که حامل جلال، ما هستیم که جلال خدا رو باید بیاریم. و جلال خدا یک فرهنگی داره، یک ذاتی داره، یک شخصیتی داره. و زمانی که زمانی که خدا میگه که متنفر این بت‌هایی هستن که شما میپرستین، متنفر این هستم که گفته که چون اینا اصلا هیچ حیاتی توش نیست، هیچ جلالی ندارم و تو رو برای جلال خودم خلق کردم و تو میافتی روی یک جلوی یک بتی و میخوایی او رو پرستش کنی. تقریبا اینطوری در این قرن 21 میتونیم بگیم که میتونه خیلی چیزایی در زندگی تو باشه، یک بتی هست که جلالی نداره. الان پول، ثروت و هر چیزایی که میتونی اسم ببری، این همه بت‌هایی هستن که جلالی توش نیست. احساس میکنیم یک قدرتی هست از اونجا میتونیم ورداریم، همین پول. از اون زمان که در مورد ده یک صحبت کردیم، از اون ممان صحبت کردیم، کلیسا اصلا به هم خورد. و زمانی که ما متوجه بشم این بدن و این سیستم این بدن یا این فارسیش نمیدونم چیه، ساخته شده که جلال خدا رو نمایان سازه، برای این خلق شدم، برای این عیسی مسیح خونش رو ریخت، اینجاست که میتونم بگم پس متوجه شدم چقدر با ارزشم و چقدر میتونم این پادشاهی خدا رو زمانی که صحبت میکنم همزمان باش تو پادشاهی خدا با این فکری، با این خود سپردگی بتونم این جلال خدا رو بیارم توی دنیا. کلیسا عزیزان نماینده کل کمال و کلیسا نمایندگی کامل و تظاهرات کلیسا یه جایی هست که به وسیله کلیسا جلال خدا در این دنیا دیده میشه. نمیدونم فارسیش دمونستراسیون، یعنی دمونستراسیون یعنی زمانی که میریم اونجا راهپیمایی که میکنیم چی میکنیم؟ یک اعلامی میکنیم، درسته؟ اعلام میکنیم و همینطور هم نمایان میسازیم جلال خدا رو. فقط چطور؟ و زمانی که ما فهمیدیم که برای چه چیزی خوانده شدیم، زمانی که ما شروع میکنیم به سلطنت کردن و کسی که یاد نگرفته روی زندگی خودش تسلط پیدا کنه، هیچ موقع نمیتونه در این دنیا روی دیوها، روی هر چیزایی که میتونه باشه تسلط پیدا کنه. به این خاطر زمانی که در مورد پادشاهی صحبت میکنیم، پس باید اول بگم که خداوند تو صاحب زندگی من هستی و من باید زندگی خودم رو، فکرای خودم رو و احساسات خودم رو، رفتار خودم رو، حرف زدن خودم رو،
اعلام کردن خودم رو، هر چیزایی هست باید بیارم زیر تسلط تو. اگر عیسی مسیح صاحب زندگی تو در همه قسمت ها نباشه، هیچ موقع نمیتونی با عیسی مسیح اول حکومت کنی و هیچ جلال رو نمیتونی نمایان سازی. و هر کشور عزیزان طبیعت خودش رو یا فرهنگ خودش رو داره، درسته یا نه؟ درسته؟ فرهنگ ربطی به کشور نداره یا داره؟ داره؟ داره یا نداره؟ 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 فرهنگ ربطی به تو داره. تو یعنی فرهنگ تو رو پیروی میکنه، تو فرهنگ رو پیروی نمی کنی، تو کشور رو پیروی نمی کنی. یک آلمانی بیاد پیش من میگه که ببین افغانستان ایران چطوره، من میتونم بگم برو شتایندام، تو شتایندام میتونی افغانستان قسمت های افغانستان ایران رو نگاه میتونی ببینی. میخوای ترکیه رو برو آلتونا. فیدل؟ فیدل، آها فیدل هم همینطور. اونجایی که کجاست؟ اونجایی که ترک ها با هم دیگه صحبت میکنن داد میکشن، این ترکی هست. ای آه شروع میکنم به صحبت کردن، این ترکی هست. تو آلمان اینطوری صحبت نمیکنن. پس فرهنگ ربطی به شخص داره، نه به دولت، به کشور. به کشور نداره. الان ملت ایران که همه افراد تو ایران زندگی میکنن، تک تک افرادی که هستن فرهنگ رو دارن که با هم این کشور ایران فرهنگ ایران رو نشون میده. الان تمام آلمان بره تو کشور ایران فرهنگ خودشو میبرن. پس فرهنگ تو رو دنبال میکنه. و زمانی که در مورد جلال خدا صحبت میکنیم، توی جلال خدا فرهنگ خداست. این جلال که تو رو پیروی میکنه. زمانی که تو شخصیت رفتار درستی با قانون خدا داشته باشی، این فرهنگ رفتار تو با مهربانی، با صبر، با نمیدونم برحال تمام این شخصیت های مسیح که در تو قرار گرفته، این فرهنگ تو میشه. زمانی که هر جایی که میری سر کار میری، این جلال خدا خودت رو اونجا نمایان میسازی با رفتار تو. رفتی تو جوب ستر اونجا به تو فوش دادن، نمیدونم اونجا تو رو رد کردن، فرهنگ توست جلال رو نشون میدی که خونسرد به چشمش نگاه میکنی، میگی عیب نداره باشه، خدا برکتت بده، خدا من فیض ببخش. الان این مثلا دروغ میگه، برحال چیزایی میکنی، اونجا با هرس و جوش بیرون نمیایی و فوش هم بدی، لعنت هم کنی آلمان رو، اون آلمانی که به تو رو نجات منظور من الان پناهندگی داده. فرهنگ دنبال تو میاد، جلال دنبال تو بیاد. و اگه این جلال رو در تو کار نکنه، نمیتونی اصلا سلطنت کنی، پادشاهی کنی. به این خاطر باید در این قسمت متوجه بشیم برای چه چیزی ما دعوت شدیم. عیسی مسیح خودش، یعنی در کتاب پتروس، اول پتروس باب 2 اینجا نوشته، لیکن شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید، تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور اجاب خود خوانده است اعمال نمایید، اعلام نمایید. دوباره میخونم: لیکن شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس هستیم و قومی که ملک خاص خدا باشد هستیم، تا
فضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده هست اعلام نماییم. آمین. این ما هستیم. پادشاهان، کاهنان که اینجا برای این دنیا باید بیستیم و سلطنت کنیم و اینطوری جلال خود رو در این دنیا نشون بدیم. من فکر میکنم و امیدوار هستم که از امروز به بعد بدونیم که کتاب مقدس چه کتابی هست و که بدونین تو این کتاب مقدس در مورد تو صحبت کرده، در مورد عیسی مسیح که پادشاه، در مورد تو که تو همینطور امت مقدس یک شاهزاده هستی، دعوت شدی به ملکوت او، پادشاهی او، کوبا او سلطنت کنی. این کتاب مال توست، این گنج مال توست، باور کنی دنبالش بری به دست خواهی آورد. میخوام دوباره این فکر رو الان بریم توی دعا، این فکر رو خودتون بکنین. اگر زمانی که شما تعمید گرفتین وارد ملکوت پادشاهی خدا شدین و الان حیات جاودانی رو دارین و خداوند از شما میپرسه چی فکر میکنین، میخواین این دنیایی که در زیر تسلط شیطانه، که از ابتدا از اول این دنیا رو به دست انسان دادم، آیا واقعا میخوای دوباره جسم فیزیکی تو رو بپوشی و بیای در این دنیا برای پادشاه بجنگی، بیستی و این دنیا رو به دست بیاری؟ چشمان رو ببندیم. امروز شما رو صدا نخواهم کرد که بیاین جلو، این یه چیزی نیست که الان بیاین، بلکه الان فقط چشماتو ببندیم. ببینین که الان کسانی که اینجا هستن که هنوز شاید ایمان نیاوردین به عیسی مسیح، بعد از جلسه هم وقت هست که بتونیم برای شما دعا کنیم، با به شما کمک کنیم. فقط کسانی که ایمان آوردن، کسانی که تعمید گرفتن، الان میخوام این تصور رو بکنین، الان در آسمون هستین، موجود روحانی هستین، جسمانی دیگه نیستین، در پادشاهی خدا هستی و حیات جاودانی رو داری، خیالت راحته. الان عیسی از تو سوال میکنه، میگه که آیا حاضر هستی برای من برگردی به دنیا و این زمینی که به انسان دادم به دست بیاری؟ آیا آماده هستی شاگرد من بشی، نماینده من در این دنیا بشی؟ آیا آماده هستی و میخوایی جلال من باشی در این دنیا و فرهنگ پادشاهی منو به این زمین بیاری؟ این سوالی هست که خداوند امروز از تو میکنه. عیسی هم میگه به تو، من میدونم نگرانی تو، من میبینم چه چیزی احتیاج داری، ضعفای تو، از جایی که زندگی میکنی، از مشکلات اطلاع دارم. آیا نمیدونی که به تو گفتم که نگران نباش؟
من دو تو گفتم که اونقدر با ارزشی حتی موهای سرت شمرده شده، از همه چی اطلاع دارم. به این خاطر به شما گفتم نگران نباش، چی میخوری، چی میپوشی، نگران نباش برای زندگی آینده تو. از همه چی اطلاع دارم و من پدر آسمونی تو هستم. فقط به تو میگم پادشاهی من و عدالت رو جستجو کن و هر چیزی که احتیاج داری به تو به فراوان خواهم داد. به اندیشه فردا نباش، به فکر فردا نباش، امروز به این ایمان، به این اعتماد خودت رو بسپار و به طلب و من هستم که تو رو آماده می کنم. باور کن، مرسی خداوند، مرسی خداوند که تو امروز هم اینجا ما رو دعوت میکنی که به انجیل پادشاهی تو باور کنیم و تو خودت قول دادی خداوند، گفتی که اگه پادشاهی تو رو جستجو بکنیم همینطور هم عدالت تو، یعنی احکام تو رو بخوایم انجام بدیم، تو قول دادی که در همه قسمت ها به ما کمک خواهی کرد، چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا زندگی کنیم. و خداوند دعا میکنم الان این ایمان رو میخوام منتقل کنم خداوند، که خداوند امروزم که اینجا هستی خداوند با قدرت تو، با این ایمان خداوند، این عزیزانی که اینجا هستن که هنوز شاید بار اول این چیز رو میشنون، خداوند تو امید رو در قلبش به وجود بیاری که بدونن چه خواندگی بزرگی دارن. خداوند از امروز به بعد این بدن خودشون رو نگاه میکنم ببینن که من حمل چی گفته حامل جلال تو هستم. خداوند بدونن که این بدن نرمال نیست خداوند، بلکه تو فکر تو بود عیسی جان، جلال خودت رو با ما خداوند تقسیم کنی. پس بیا روح القدس، بیا عیسی مسیح، بیا اینا امروز این ایمان رو در تک تک قلبهای ما بکار خداوند. و دوست دارم الان خودتون عزیزان خودتون دعا بکنین، اگه واقعا میخواییم بهش بگین خداوند شاید هنوز فکرهای اشتباهی میکردم از انجیل یا از کتاب مقدس، امروز فهمیدم، دعا خودت بکنین خداوند کمکم کن، از امروز به بعد میخوام کتاب مقدس با این چشمای پادشاهی نگاه کنم. دعای خودت بکن، بقیه چیزایی که احتیاج هست خدا به تو وعده داده خواهد داد. ممنون هستیم خداوند، دعای برکت فیض می طلبم خداوند برای قوم خودت، که همه ما عیسی جان واقعا در این کلیسای آلفا و امگا نماینده جلال تو در این دنیا باشیم و این جلال توی که به ما بخشیدی که فرهنگ پادشاهی توست خداوند نمایان سازیم در این دنیا. ما میدونیم نه با قدرت ماست نه با قوت، بلکه به وسیله روح خودته. پس امروز هم با ما صحبت کردی، الان تو محافظت کن این کلامای پادشاهی که امروز گفته شده، تو محافظت کن که شریر نیاد بدوسته، بلکه توی زمین توی یک قلب
آماده افتاده باشه که ثمره بیاره. ممنون هستیم از تو، اعتماد به تو داریم خداوند که تو امروز صحبت کردی، عملم خواهی کرد. اینو دعا میکنیم با ایمان و اعتماد به تو در نام عیسی مسیح. آمین و آمین. فیض خدا با شما باشه.